درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز شنبه است، یوم ماه دسامبر سال 2006. در روزهای شنبه از ساعت 9 در خدمتتون هستیم. اما مثل این که هر هفته یه چند دقیقه عرض میکنم که هم کم میشود از برنامه، امیدواریم هفته آینده چنین نباشه. باری از ساعت 9 تا ساعت 11 در خدمت شما در باب مسائل مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از خواجه حافظ شیرازی اینجا خدمت شما بخوانیم. یک چند سالی پیش در این انجمن سخن هست چند نفر از این دوستان چپ، خدا خیرشان دهاد، جمع شده بودن. یکی از اینها میگفت آقا این حافظ اگه آدم حسابی بود که شیرازی بهش نمیگفتن. سعدی اگر چیزی میدانست که نمیتونه سعدی شیرازی، مگه میگویند مثلا شکسپیر انگلیسی؟ استدلال رو ببینید. خب بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ما بنده نمیدانم چگونه میشود همچین چیزی رو ترجمه کرد. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. فهمید دیگه 300 صفحه لازم است مترجم بدهد که حالا چرا ترک، چه مناسبتی دار ترک دارد با غارت، منظور از روزه چیست، هلال عید چیست، حکایتیست. بله، یا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد اون که این امارت کرد. بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل، بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد. بهبه نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به دور کشان از سر حقارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منتار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. یزه بدین این مصرع رو یک بیت یک بار دیگه خدمتتون بخونم. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده یعنی مجرد نظر از سر بصارت کرد. بله، همونطور که شنیدید و بسیار هم شنیده اید،
صدام حسین به دار مجازات آویخته شد. البته فراموش نکنیم صدام حسین بدون جهت به دار مجازات آویخته نشد که خونهای بیگناهان دامان او را گرفت. صدام حسین حلق‌آویز شد بدون جهت که شکست خورد. اگر این اتفاق نمی افتاد، این مطلب رو عرض میکنم که اون هموطنان گرامی ما، اون خانواده های داغ دیده و انسان های رنج کشیده که دست بر آسمان دارند در ایران از دست این ملایان خوناشام بدانند، و کسانی که حس غمخواری و سمپاتی به قول این فرنگی ها در حق ملت ایران دارند بدانند که چیزی از آسمان ها نمی آید. اگر که این ارتش امریکا نمی بوده، این وضعیت جنگ نمی بود، صدام حسین همچنان به کشتار ادامه می داد. این است که گرفتار شد. و وقتی بنده نگاه می کردم به این آدم را آوردن اونجا و لباس مرتبی هم پوشیده بود، بعد دستمال سیاهی داشتن، یک تنابی به گردن، این صحنه بسیار فجیع و زشتی است. این صحنه اعدام یک انسان به هیچ وجه برای بنده قابل قبول نیست. اعدام حالا این صحیح هست که میگویند این صدام رو گرفتن دادن به نمیدونم قاضی عراقی و اینها، اما این یک تحقیری در حق همه اقوام این منطقه بوده، این داست خود این داستان. حالا مراتب جنایات صدام رو بگذاریم کنار یک لحظه، این سیمبولایز میکرد تسلط غرب رو بر شرق نشون میداد. یعنی بغداد که روزی امپراتوری جهان بود و عرض میکنم که حکم ایران بر بخشی بزرگ از کره زمین، ذلیل شده مشرق زمین، یک عده از این سوی کره فقط به واسطه به کار انداختن عقل و عرض میکنم که خرد و دانایی و به کنار انداختن خرافات بدون درجه از قوت و قدرت رسیدن که از اینجا برمخیزن میرون اون سوی جهان و رئیس یک کشور اسلامی رو میگیرند و حلق‌آویز میکنند. که بله این صدام رو ما به صدای اعمالش رسید، چون صدام حسین 124 نفر شیعه رو کشته بود. بسیار خوب، صدام حسین اگر یک نفر رو هم میکشت خب برابر همین قوانینی که در بعضی کشورها از اعدام هست اعدام شد. اما جواب 650,000 کشته عراقی رو کی بایستی بدهد؟ تناب به گردن چه کسانی بایست بیفتد بابت عرض میکنن که از دست رفتن 650,000 جان بیگناه در عراق؟ خب داستان عراق میدانی با یک دروغ شروع شد که برای این صدام حسین 37 تن اورانیوم دارد و اینها. من دارم جنبه‌های مختلف خدمتتون عرض میکنم. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. همین صدام حسین از سبکی که به تحریک آمریکاییان به واسطه تحقیری که خمینی کرده بود در حق آمریکاییان به گرفتن عرض میکنم اون تعداد دیپلمات‌های آمریکایی 52 نفری که بودن، یک جنرالی میگفت ما میخواستیم ایران رو بمباران کنیم به قرن سوم برگردانیم، اما وقتی صدام پیدا شد ما گفتیم بذارید کار کثیف رو او بکن. و چند جنرال قسم خورده ایرانی، سربازان وطن، شما فکرشو بفرمایید، سپهبد ایرانی، ارتشبد ایرانی میرفت اونجا صدام رو تحریک میکرد به ایران حمله بکن. نقشه های پادگانی آقای اویسی، این آقای تیمسار ارتش بود اویسی، یه روز در میون عراق بود، پسرش میگفت آقای علیرضا اویسی، اگه صدای من میشنوه میدونه که من راست میگم، یک روز در میون زنگ میزد به اون فریدون کلانتری که با ما زندگی میکرد که بله بابا امروز پیش صدام بود، فردا برمیگرده. روزی هم که قرار شد صدام حمله کنه هیچ کس نمیدونست، اما این میدونست، زنگ زد به این آقای فریدون
که 20 روز دیگه ایران هستیم. گفت چطور؟ گفت حالا بعد میفهمیم. از صدام حمله کرد، یعنی آقای تیمسار اویسی روز حمله هم اطلاع داشت. همچین عرض میکنم خائنینی در کمتر ملتی دیده شده. گمان اینها این بود که حالا صدام حسین رو حمله بکنه به ایران، آخوندها هم که دچار ضعف هستن، ارتش هم که نیست، این آقایان دوباره برمیگردن ایران رو میگیرن و هر سبب که همون داستان قدیم رو برپای میکنن. ما نه در ارتش هیچ کشوری ما چنین چیزی ندیدیم. خلاصه بعدم که حمله کرد در منزل، عرض میکنم که تیمسار فرمانده نیروی دریایی، حالا بنده نام نمیارم، اون جنرال های سوگند خورده که به خاک وطن رو محافظت بکنن، شامپاین باز کردند و به سلامتی هم عرق خوردند و اینها. شاهد عینی برای من بود چون من اینا رو میشناختم که بودن اونجا. این سبب عرض میکنن که تداوم حکومت آخوند شد در کشور ما، یعنی درست برعکس عمل کرد. حالا جنایات و کشتارها و غذایا و اینها، و بعد که دیدن نه مردم ایران مقاومت کردند و نزدیک صدام به خطر بیفتد و اینها، آمدن و برای اینکه عرض شود که هیچ کدام از این دو طرف متخاصم به قدر کافی قدرت آتش نداشته باشد که به جای دیگری سرت بکنند، اونقدر اسلحه میدادن که این جنگ در همونجا کورش همونجا داغ بماند. و این آقای جورج بوش پدر میرود به پیش همین آقای رئیس جمهور مصر حسنی مبارک و میگوید این حسین اردنی را بگوید بیاد اینجا. این رو خود آمریکایی ها نوشتند و می نویستند. به شاه حسین اردنی میگوید برو به صدام بگو چرا شهرهای پر جمعیت رو بمباران نمی کنی؟ چون دا اون روز قبل از اینکه صدام رو کیش بدهند مثل سگهار به ملت ایران، این صدام بیشتر پایگاه ها و از پادگان ها و مرکز صنعتی و اینها، صدام هم که دیوانه بود از خدا خواسته شروع کرد که به پرتاب این اسکات ها و اینا به تهران و شهرهای پر جمعیت و اینا. حالا بنده قطعا نمیدانم کدام کشور، احتمالا آلمان بوده که این سلاح شیمیایی در اختیار صدام گذاشتن که فقط در روزگار جنگ اول به کار رفته بود و استفاده قلقل شده بود. هرچی فریاد کردن که آقا در جبهه ایران خبریست، خوبش کسی به کار نبود، از بس این خمینی و دار و دسته دیوانه او مهمل گفته بودن. و در این میانه جان هزاران جوان بیگناه ایرانی بر باد رفت. بله، اینا همه برمیگردد به همون مطلبی که ما بارها خدمت شما عرض کردیم که علت بدبختی ما، علت العلل بیچارگی جامعه ایرانی استبداد بوده است. استبداد و خطر بروز جنگی خانمانسوز در کشور ما هم هست. تصور نفرمایید خطر برطرف شده یا اینکه حالا چون آمریکایی ها دستشون در باطلاق عراق دیر افتاد است و در افغانستان و اینها خبری نیست. این مطلب مغلطه است، بارها عرض کردم. اگر این آخوندها رسما عقب نشینی نکنند و دومشان را به لای پایشان نگذارند و مثل روباه به سوراخ نروند، خدا میداند به روز ملت ایران چه خواهد آمد. داستان زوره. بنده مطمئن هستم که دیروز که طلاب انداختم به گردن این صدام، این آقای رفسنجانی و علی خامنه ای و دار و دست اینها این طناب رو به گردن خود حس می کردن. چون معمولا عاقبت این دیکتاتورهای از این دست همین بوده. معمولا عرض می کنم شما نگاه کنید این از جنگ اول به این سو، معمولا داستانشون همین بود. خدا به ملت عراق رحم کرد که حالا عده یا کوسه ای به قول این آمریکایی‌ها اونها نیامدن به قدرت، چه جانورانی بودن فرزندان این.
در یک داستان عرض کنم که آمده بود که یکی از دوستان نزدیک صدام حسین یک خانمی معرفی کرده بود، آشنا کرده بود با صدام و ماجرا طی شده بود و یک شب مهمانی بزرگی بود در یکی از همین کاخ‌ها. اون آقا هم حضور داشته. یک مرتبه آقای اودی با یک چماق از یک جای نهرکشان میاد و با چماق میکوبه بر مغز این آقا و همونجا اونقدر میزنه که این بابا رو مغزش رو پریشان میکنه و میکشه و صدام هم نگاه میکرده. بعدم که کشت خب حالا جسدش رو بریم بیرون بندازین. جای بله. و موضوع دیگر که فکر میکنم سیاسی بود این شتابی که در اعدام صدام به نظر به گمان بنده اگر قرار می بود که این فرایند قانونی واقعا قانونی باشد صدام حسین می بایستی آخرین فردی باشد که اعدام بشود از گروه متهمه، به جهت این که سایرین که هستند و در کشتارها دست دارن اینها به فرمان صدام حسین بوده، یعنی صدام حسین در هر پرونده ای می توانست یک شاهد مهم باشه، اما این اتفاق نیفتاد. اون آقای علی کمیکال و سایر جنرال هاشو عرض میکنم که وزیر امور خارجه و دیگران اینها به فرمان این عمل میکردن، یعنی این آقا وجودش برای تکمیل سایر پرونده ها ضرورت داشت. این شتاب به گمان من انگیزه سیاسی داشت. و یک موضوع دیگری هم که حالا پیش آمد هر موقع انسان فکر میکنه به عراق و جنگ عراق، این همه هموطنان ما علیل شدند و ذلیل شدند و بدبخت شدند و امروز مورد بیمهری جمهوری اسلامی هم هستند چون دیگه به درد اونها نمیخورن و این دیکتاتورها همواره خون تازه سالم طلب میکنن نه انسان از کار افتاده. به همین دلیل هم بود که عرض میکنم در روزگار جنگ دوم دستگاه هیتلر دستور داده بودن که این بچه های علیل که به دنیا میان اینها رو بکشن، اینها رو به عنوان عناصر عرض میکنم که به درد نخور تشخیص داده بودن. و از شگفتی هایی هم که بنده نمیتونم مشکلش رو حل کنم وجود برادران مجاهد ما در خاک عراق بوده از ابتدا، خاک دشمن. و در ادبیات اینها بنده نمیبینم بنویسن عراق، میگوین که بله برادر مجاهد فلانی رهبر فلانی به مجاورت وطن نقل مکان کردن. مجاورت وطن یعنی چی؟ بفرمایید رفتن عراق، خاک عراق، مجاورت وطن. یه مغالطات زبانی. بگذاریم از این داستان صدام حسین. عرض میکنم خدمت شما که یک بار دیگر بایستی بر این موضوع تکیه بکنیم، یعنی تا اونجایی که به شخص این بنده ناچیز مربوط میشود موضوع استبداد هست و تا زمانی که حاکمیت قانون نباشد یعنی آزادی نباشد، آزادی یعنی حاکمیت قانون، کار ما به جای نخواهد رسید. زندگی ما مردم ایران در تا 2500 سال گذشته مبتنی بر شانس و اقبال بود، یعنی که فرض کنی یک آدمی می آمده بیزه های این آدم رو بر بچگی بریده بودن، مثلا سقام هم این با هزار جور عقده های روانی و اینها می اومد و شاه می شد. خب وقتی این شاه می شد یعنی چی می شد؟ یعنی قانون این آقا بود، دستور این آقا بود، سرنوشت مردم ملت ما و مردم ما در دست این آقا بود. حالا مردم و جامعه بایستی که خسارت این آقا رو بدن. در ماجرای کرمان حتما شنیده اید یک عده زنهای روسی بودن و هرچی بودن می آمدن روی دیوار قلعه این آقا رو مسخره می کردن، یعنی تو مرد نیستی و اینها. بعد این علت این آقا یعنی بیماری این آقا باعث این دستور بدهد که مردم کرمان رو کور کنند. این سربازان ترک این آقا خنجرها رو کشیده بودن، دست دست مردها رو می خوابندن با خنجر چشمای این رو از کاسه در می آورد، چون دیکتاتور که جوابگوی کسی نیست. بعد هم ایستاد به نماز، اینم سردار اسلام بود آخه.
دو هم به بازوش بسته بود. دعای امام زمان عج استاد به نماز دست دسته می آوردم، این نگاه می کرد، اینجوری می کرد، یعنی سرش رو ببرید. گروه دیگری می آوردم، یعنی اینا مثلا طرفداران زندی هستن، اشاره میگه به چشمی چشمش رو در بیر. این بوده یک مقطعی از تاریخ ما، یک مردک مریض مشنگ قانون بوده در این مملکت. یه روز دیگری فرض کنی یک آدم فقیری که یک زمانی مثلا خرکچی بوده، با حسرت نگاه میکرده به این کالسته های زرین ثروتمندان و آمده و هستانیستی مملکت به دستش افتاده. خب این آقا قانونه در اون روزگار، یعنی این ملت بایستی تمام عقده ها و بدبختی ها و عرض میکنم که نکبتی که این آقا در زندگیش داشته و حالا به صورت عقده های سرکوفته شده و شاخ قدرت از اینها زده بیرون، باید این رو تحمل بکنه. فقط علی هذا. بنابراین تنها راه، حالا این یکی از جنبه های منحوس استبداد هست و حکومت زور. عبث نیست که ما چیزی تولید نکردیم، جایی که زور حاکم هست خفقان هست، جایی که خفقان هست که اندیشه تولید میشه. هم بطنان گرامی گده هستن آه و ناله میکنه، آه چه چماقی، عجب چماقی داشت فلانی. شما به این ادبیات ایران نگاه بکنید، مثل این ممانت که یک عده زندانی رو نوشتن. خب زندانی بودن در فضای مختنق، انسان چگونه سخن میگوید؟ یک زندانی چگونه مطلبی نویسه؟ یک زندانی وقتی میخواد باید بمیدونم پدرش که بیاد دیدن صحبت کنید، آقا حرف اضافی نزنی ها، رسمی بپرس حالت چطور، اون میگه الحمدلله. این بوده فضای کشور ما در طول تاریخ. و اگر فضا برای آزادی تفکر و آزادی بیان اندیشه نباشد که کار به هیچ جا نمیرسه. این جوامع استبدادی مثل این میماند که فرض کنید که یک رودخانه‌ای که هزاران چشمه هست که باید به هم متصل بشه، رودخانه همه رو گل بگیرن و سوراخ‌ها رو محکم بگیرن، فقط یک باریکه تفکر یک نفر، حالا در بهترین نوع فکر کنیم مثل آب روان هم باشه، تفکر استبدادی درگز همچین چیزی نیست، گنداویست، این جاری می شود و عرض میکنم که بین در شنها فرو میره. هرگز رودخانه ایجاد نمیشه که به قره و در دل کوهساران و دشت ها خود رو به دریا برسانن. نه، جامعه دموکراتیک است این کار، فضای آزاد برای بیان اندیشه است. مستبد که حق تحمل انتقاد رو نداره، و بیشتر ما متاسفانه چون ذهن ما استبداد زده است این تحمل انتقاد رو نداریم، از یه رو خصوصی میگیریم، فکر میکنیم مثلا فحش دارن میدن به ما اگه از ما انتقاد بکنیم، یا که مثلا فرض فرمایید علاقمندی داریم به یک شخصیتی یا یک چیزی، اگر از او انتقاد بشه کار میکنن به اجداد آقا توهین شد. این دموکراسی عرض میکنم این نیست که حالا از خارج یک کسی بیاد لشکر بکشه برای ما دموکراسی بیاره، اون اینها نوع این نگرش به دنیا هست و تا فرد فرد مردم ما به خصوص این تحصیل کرده های ما دموکرات نباشند در عمل، محال است که ما به دموکراسی برسیم به معنی واقعی، محال است. روز به روز هم بدتر شدیم از روزگار مشروطه به این سو. حالا اجازه بفرمایید که یک ساز خوب بشنویم، برمیگردیم خدمتتون. امروز مجبور هستیم سوال جواب ها رو 15 دقیقه کم کنیم که بتوانیم مطالب رو بیان کنیم. تو چند دقیقه دیگه
با درود بر شما وطنان گرامی، شنیدید سنتور هنرمند ارزنده و ارجمند جناب مشکاتیان. بله، یک چند سیدی دوستی برای ما آوردن، کارهای بسیار بسیار خوب این استاد. بله، من یک مطلبی هم در باب صدام اینجا عرض کنم بگویم خدمتتون. اون است که گفت کسی که خربوزه میخوره پای لردش هم مینشینه. این صدام یادتون باشه 48 ساعت پیش وقت دادن که با بچه‌هاش بره هر کجایی که میخواد، اما نرفت، ترجیح داد که در همون یک سوراخی در خاک عراق بماند و حداقل جربوزه و جگری از خودش نشان داد. خلاصه این مطلب، این آدم جنایتکار موقع مردن هم پرس و لرزی ما ندیدیم در صورت این آقا. باری دیروز یک دوستی شاهد عینی بودن در زندان‌های ایران مدت بیشتر از 20 سال، مطلبی رو بنده گفتم یادداشت کردم، متاسفانه نبودم خدمتتون. اینها رو ما نباید فراموش کنیم، حوادثی که در گذشته رفته تنها فایده‌ای که برای ما دارد این است که عبرت بگیریم و برای اینکه این زشتی ها باز اتفاق نیفتد ما باید مرتب اینها رو تکرار کنیم. بس اون رو بگوییم. ایشون میگفتن در شیراز و تمام این نامه ها رو بنده نوشتم، خیلی خیلی دقیق گفتن رو بنده نوشتم، گفتن وقتی که درگیری شد بین مجاهدین و آخوندها و چند ملا کشته شد، خمینی فرامینی صادر کرد. این فرامین اینجا هستن، بنده میخونم خدمتتون. فراموش نکنیم که اینها که هستن و اینها چه کردن با بچه های ایران. هرگز فراموش نکنیم، ما مردم فراموش کردیم، فراموشکاری هستیم. میگوید یوم الله واقعی روزی است که امیرالمومنین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشون را کشت. حالا خمینی عصبانی شده میخواد فتوا بده که بکشید مبارزین رو، بچه های ایران رو بکشید. اینجا سپر امیرالمومنین به سر کشیده که کار رو الهی هم بکنه، یعنی قتل مقدس. یوم الله واقعی روزی است که امیرالمومنین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج از اول تا آخر دروغ تمامشون را کشت. البته 4200 نفرشون را کشت. چند نفری که زنده مونده بودن آمدن او را کشتند. ای کشتی کرا کشتی تا کشته شدی زار. امیرالمومنین علیه السلام میگفتن برو عرض میکنم کلا بیار، میرد 5 سر میبود حدی میکرد از آدم کشی. راست میگه، این 4000 مجاهد در نهروان، میگه مجاهد بخشی، این دوستان علی خوارج، اینها در موضع غیر جنگی بودن، در موضع عرض میکنم که یک نوع پروتست بودن. ایشون ریخ سرشون محاصره کرد و همه رو کشت رفقاش. بله، ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله وارد می کند، یک سیلی را وارد می کند، یک طوفانی را وارد می کند. بله، به این مردم شلاق می زند که آدم می شوند. امیرالمومنین اگر بنابود مسامحه کند شمشیر نمی کشید تا 700 نفر را یک دفعه بکشد. یا آقای خمینی زلزله و این چیزها را هم عرض می کنم برکت می دیده. این امیرالمومنین 700 را بکشد، این درست میگه، فکر کنید اینا رو خمینی درست میگه، تاریخ خودش رو بلده. وقتی یهودی های بنی قریظه رو دست بستن و 3 روز گرسنه و تشنه نگه داشتن، عرب ننگ داشته از انسان دست بسته رو گردن زدن، اما امیرالمومنین آماده بود. حضرت کرم الله وجهه که خودش میگفت من قتال العرب هستم، گفت من جلاد قبیله هستم و قتال العرب دیگه، یکی دیگر از عرض میکنم القاب این بزرگوار هست که خدای ایرانیان شده، این حاضر شد آماده ایش. یه قمع تیزی هم داشت، این 700 نفر چند تا بچه هم توشون بود، یک زن هم بود، میزد در راه خدا. درست میگه خمینی،
این رو دیگه امام داره به شما میگه، بنده نمیگم که رگ گردنتون بزنه بیرون. امام خمینی از مستندات اسلامی. تازه این بزرگوار مولای متقیان بوده. اگه نمیدونید مولای متقیان یعنی چی؟ یعنی سرور پرهیزگاران، پرهیزکاران به ترسویه. خداوند تقوا یعنی میشود که یک نفر یک روز 700 نفر رو سر ببره، پرهیزکارم بهش بگید. ببینید ما کجای کار هستیم. در آیین بودا میگویند اگر شما یک مورچه رو کشتی دیگه پرهیزکار به حساب نمیایید. اما اشکالی نداره اینجا 700 نفر سر بریزن، بچه مهم نیست، در راه خدا. خداوند فرموده. اینا هم نمانده اونا هستن. خب اون برای کار سیاسی و قدرت بود و زور بود و ثروت بود، این ملایان هم عرض میکنم در همون کار کسب هستن. خدا نه هرگز خواست کسی کسی رو بکشه، نه هرگز کسی رو مأمور کرد که بریزه به سر یه قومی دیگه سر اونها رو ببره، زن و بچه‌شون اسیر کنه. هرگز خدا هرگز این کاری رو نکرد. توهمات انسان‌های طماع و جاه‌طلب بوده این داستان. در حبس‌های ما، این عین فرمایشات حضرت امام ها، در حبس‌های ما بیشتر از این اشخاص هستن که مفسدن. اگر ما از اینها را نکشیم، هر یکیشان که بیاد بیرون میرود آدم میکشد. استدلال رو بفرمایید، ملاحظه فرمایید، استدلال آقا رو ملاحظه فرمایید. یعنی هر کس ما گرفتیم کردیم زندان، اینا رو باید بکشیم، اگر نکشیم اینها بعد میان بیرون آدم میکشن. ملاحظه فرمایید استدلال کجاست، تا کجاست؟ بله، آدم نمیشون اینها. شما علما چرا سراغ احکام نماز و روزه را میگیرید؟ چرا هی آیات رحمت در قرآن را میخوانید و آیات قتال را نمیخوانید؟ رحمت مخالف با خداست. ما خلیفه میخواهیم دست ببرد، حد بزند، رجم کند. همونطور که رسول دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد. راست میگه، درست میگه خمینی، همینکارم میکرد، چش در می آورد. امام خمینی که عرض میکنم که دروغ به شما نمیگه در باب تاریخ اسلام. و فرض کنید بنده مثلا خدای ناکرده، نه خدای تقلبی، بخوام شما رو گمراه کنم، خدای ناکرده، بچه های ایران عرض میکنم خدا کمتر از اون هستم کسی رو گمراه کنم، اما امام داره تاریخ اسلام رو برای شما داره بررسی میکنه. رسول دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد، همونطور که یهود بنی قرظه را چون جماعتی ناراضی بودن قتل عام کرد. این همون 700 نفرن که حضرت علی علیه السلام کردم الله وجهه با عرض کنم زبیر سر دو تا چاله سر میبریدن. البته فکر نکنید که میخوابوندن اینجوری میبریدن که فکر کنید حالا 700 نفر زیاده، نه، دست بسته گردن جلو. بنده شما این چیز داره، فرمول داره، یعنی این چارچوب نوشته شده بود، مهارت داشتن. داستان این بود است که حاج نظام الملک می نویسه که چگونه باید سر و زب دست بسته است، عرض می کنم به دو زانو می نشانن پشت سر هم، بعد یک ضربه شمشیر نوکشو می زنه به شکم، این سوی شکم عرض کنم که اون بدبخت، این بدنش جمع می کنه، شمشیر میاد پایین. 1500 نفرش هم یه نفر میتونه گردن بزن. حالا تجسم بفرمایید قیافه اون آدمی که 700 نفر رو گردن زده که خون از توی این شاهرگایی پاشیده به سر و صورت این آدم با اون قمش. یه فیلمی بود، یه عکسی بود، تابلو میکردیم مولای متقیان میزدیم به دیوار. ببینیم ما کجای کار هستیم، ما چه جور انسانهایی هستیم، چی میگیم، چی به ما گفتن، این چه سفاحتی است. اگر رسول فرمان از بده اینا پاتی پاتی بنده درش بره، فرمان داد که فلان خانه را آتش بزنن، فلان طایفه را از بین ببرین، حکم و عقد کرده از زندگی را باید به قصاص تأمین کرد، زیرا
بله، حمایت توده زیر این قتل قصاصی خوابیده است. با چند سال زندان کار درست نمی شود. این عواطف بچگانه را کنار بگذاریم. ما معتقدیم مجرم اصولا محاکمه ندارد. باید او را کشت. تنها هویت او را ثابت کرد و بعد اونها را کشت. اگر زیر تعذیر اونها جان هم بدهند کسی ضامن نیست. فتوای مجتهد اعلم این است. یعنی چی؟ یعنی ترجمه و تفسیر این فرمایش امام این است که این مجاهدین رو که گرفتین، مخالفین رو گرفتین، اونقدر بزنین که زیر شکنجه بمیرن. ما کسی رو مسئول حساب نمی کنیم. و این دوست ما با دلی پر از درد می گفتن که دستور این بود که بزنن که پوست شکافته بشه، از گوشت بگذره و به استخون برسه و استخون رو بشکنه. فتوا معنیش این بوده. حالا باز آمده حکومت عدل علی، هر کس در خیابان و در هر جای دیگر علیه حکومت اسلام قیام کرد، در همون جا باید حکم اعدامش صادر شود. مشکینی بهمن 60. تعذیر باید پوست را بدرد و از گوش عبور کند و استخوان را بشکند. گیلانی. بازجویان دکتر هستند، پزشک هستند و اگر بیمار در جریان معاینه معالجه ببیند، این هست ممکن است. این خطش رو نمیتونم بخونم متاسفانه. حتی اگر محارب زیر تعذیر جان بدهد کسی ضامن نیست. این عین فتوای حضرت امام است. گیلانی، شهریور 60. یک مش آخوند گدا که 8 دستی میرفت توی کاسه یخنی نشستن در جای کوروش کبیر و بر امپراتوری ایران و میلیاردها دلار ثروت مگه دست بر میدارن؟ شما فکر کنین اگر لازم باشه این آخوندها از این 70 میلیون 69 میلیونش رو بکشن، میکشن که بمانن. حالا اگر یه شاهی بود مردم اومدن تو خیابون و اینها گریه کرد و رفت، مطلب دیگری بود. یا نمیدونم احمد شاه رفت و فلان شاه، نمیدونم محمد علی میرزا گریخت گریه کنان رفت به فرای. نه، اینها میدانن که 1300-1400 سال با گدایی و تکدی و عرض میکنن که خمس و زکات و صدقه زندگی کردن، الان به این حشمت و شوکت رسیدن. دست بردار به هیچ وجه من الوجود نخواهند بود، حتی به قیمت خون 70 میلیون ایرانی. این رو هم بنده با تجربه‌ای که دارم و عرض میکنم، اون چی در این کتاب ها خواندم و آخوندها دیدم و داستان ها شنیدم، به این نتیجه رسیدم. مهم نیست. خیلی خوب، حالا از این مطالب زیاد هست اینا، از این بله. اسلام اجازه میدهد اینها را که در خیابان تظاهرات مسلح میکنند دستگیر میشوند، باید در کنار دیوار همینجا گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای اینکه محارب بودند، اسلام اجازه نمیدهد که بدن مجروح این گونه افراد یاقی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کشته شود. احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برای این نظام امام عادل به ایستد و نمیدونم چی زخمی شد دیگه دکتر نبرند و همونجا بکشند. و این حکم چیزی نیست که تازه آورده باشیم. قربان. بله، حالا مقصود از آوردن این داستان این بود که ایشون میگفتن که در شیراز عرض کنم که یک زن و شوهری بودن، اسما اینا رو بنده هفته آینده خدمتتون معرفی میکنم، در جهرم اینها مخالف بودن، گویا مجاهد بودن. حالا بعد گریختن و آمدن به شیراز. پسر که بهمن نام بود رفت در یک کار مکانیکی کار گرفت و مشغول کار شد و از شبه که این آقا رو گرفتن و بردن. خانوم فرار کردی، دختر 17 تا 18 سال، نام پدرش، نام خودش، مشخصاتش رو همه ایشون به من گفتن. دیروز بردن و پسر رو شروع کردن به شکنجه کردن از همین نوع که از گوش بگذرد و به استخوان برسد و نمیگفت چیزی. بعد رفتن مادر 50 و چند ساله
این بیچاره را آوردن، کشیدن به تناب و با شلاق افتادن به جانش با شلاق سیمین. زن بدبخت بیچاره نمیدان، گریه میکرد، از هوش میرفت و به هوش میامد و عرض میکنم اینها. آخر این پسر که دید مادرش رو مقابل چشمش کار میکنن، گفت زن من در فلان جاست. این خانم رفته بود در یک منزلی پنهان شده بود که در اونجا یک دختر جوانی بوده. محاصره میکنن و میگیرند و میآورند و عرض میکنم که همسر این آقا رو بازجویی میکنن ابتدا، و اون یکی دختر رو چون پارتی داشته و هیچ پرونده ای هم نداشته ساقونش، اون رو رها میکنن و این خانم رو از همین نوع تعذیر که عرض کردم که شلاق از پوست بگذره گوش برسه و استخوان برسه، گفت اون چنان بلایی به روز این دختر آوردن که هر موقع من به یادم میفت سرم گیج میره. میگفت و گفت یک روز من آمدم اون مسئول اونجا، گفت که فلانی سید تو یخچال یه سری بزن. گفتم مگه تو یخچال چه خبره؟ گفت برو ببین. گفت وقتی در باز کردم یخچال که اجساد رو میریختن اینها، گفت دیدم که این دختر افتاده پشتش مثل که قصاب تیکه تیکه کرده، یعنی هیچ فرقی نمیکرد با اینکه با کارد کشیده باشن از این سو به این سو تیکه تیکه و یخ زده خون و اینها لخت. فقط یک شلواری به تنش بود. گفت یک چیزی آوردیم و پیچیدیم و گفتیم آقا اینو ببرینش داروخانه بهداری و اینها، و بردند و حالش یکم اینجا بهتر شد و ادامه داشت این داستانها تا اینکه محکومش کرده بودن نمیدونم به چند سال زندان و اینها. اتفاقا در یک خانه تیمی اون دختر اولی که هیچ جرمی نداشت ظاهرا گرفتن، او زیر شکنجه گفت این خانم همه چیز را میداند. گفت آقا این خانزن بیچاره رو دوباره آوردن این دختر خانم رو. گفت که یک روز رفتم در اونجا دیدم که اونقدر این رو زدن که خورد شده زیر یک چادری گوشه همین راه رو افتاده. گفت هر میرفتم میمادم اونجا بود، تو فرداشم اونجا بود. گفتیم آقا این رو چرا نمیبری جایی؟ اگر که این مردنیه که دفن کنین، اگر نیست بهداری چیزی. گفتن نه آقا این مهم نیست. ایشون گفت من زنگ زدم به حاکم شهر، اسم منحوس حاکم شهرم به من گفت. ایشون گفت زنگ زدم که آقا اومدیم به هیچ وجه اینا حاضر نیستن بهتره. گفتم آقا این ممکنه اطلاعاتی داشته باشه. گفت تا گفتم اطلاع داشته حاکم شهر گفت ببرنش بهداری. گفت این بیچاره بدبخت که خورد شده بود اینا برن اداره بهداری و یک مقداری جراحی و دوختن این زخم‌ها و اینها. فردا آوردن دوباره که اطلاعات کسب کنن، اونقدر زدن که زیر شکنجه این دختر مرد. و از اینجور داستان ها بله. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما کجا هستیم؟ و حکومت عدل اسلامی یعنی چه؟ و ایشون میگو من از این ماجرا انقدر گفتم سید کافیست برای امروز من کافیست. فکر میکنم برای شما هم کافی باشه داستان امروز. بگذاریم. عرض میکنم که بد نیست یک بار دیگه ما اونجا خودمون خدمت شما معرفی بکنیم. و آن این که این اپوزیسیون یک نفره به این نتیجه رسیده است که تنها راه چاره آزادی است و در این باب ما هیچ گونه مماشاتی نباستی با هیچ کس بکنیم، یعنی حاکمیت قانون که یک روز یک دیوانه مثل خمینی برای ما قانون می شود، یک روز یک آدم مثل آقا محمد خان قانون می شود، یک روز مثل شاه اسماعیل قانون می شود، یک روز مثل طغرل قانون می شود. فقط در سایه قانون هست که ما می توانیم آزادی به دست بیاوریم. و اساساً اونهایی که فهمیدن در این جهان این مفاهیم رو و جوامع دموکراتیک به وجود آوردن،
گفتن اساسا دولت لازم نیست برای جوامع، اما چون ممکن است انسان‌ها در جامعه مزاحم آزادی دیگران بشوند، در اینجاست که ما ضرورتاً دولتی بایستی داشته باشیم که از آزادی‌های مردم دفاع بکند، پاسدار آزادی باشد. این چیزیست که نتیجه است که بنده بهش رسیدم و در برخورد با موضوعات مختلف هیچ مصلحتی رو بنده جز حقیقت و اون چه میاندیشم نمیبینم. و فراموش نکنیم ما از در هر تیره فکری که باشیم، اگر ایران رو دوست داریم، مردم ایران رو دوست داریم، باید بدانیم ما یک دشمن داریم به نام جمهوری اسلام، یک دشمن داریم به نام استبداد، دشمن چندین قرنه هست. حالا ما ممکن است بر سر موضوعات و مختلف اختلاف داشته باشیم، شما از فردوسی بدت بیاد، بنده نمیتونم از فلان شخص بده خوشم نیاد، اینها نباید سبب بشه که ما هدف اصلی رو گم بکنیم. بنده میشستم اینجا نظرم رو دارم اعلام میکنم و به مصلحتم بنده هرگز سخن نخواهم گفت، به جهت اینکه عرض میکنم بنده کاندیدای شهرداری تهران و مجلس شورای ملی نیستم که نیازمند رأی باشم که حالا بگم این ادرا از دست میدم یا اون ادرا از دست میدم. نه، اون که فکر میکنم که باعثی گفته شود خدمت شما عرض میکنم، اگر خطاست شما بنده راهنمایی بفرمایید. یکی در موضوع مثلا توده، حزب توده، گاهی اوقات ما این نام رو میبریم گوییم توده یا توده، این بدون معنی نیست که حالا همه توده‌ای هایی که در این حزب نام نوشتن ما به یه چوب میرانیم و اینها، نه، داستان ها بوده در این جهان رو عرض میکنم، انقلاب صنعتی و گرفتاری ها و پیدایش سوسیالیسم در جهان، که آقا برای اینکه عدالت در جهان برقرار شود بایستی ثروت به طور عادلانه تقسیم بشود، عرض میکنم که این سروای چیز شخصی، مالکیت شخصی بایستی تحت کنترل در بیاد. این ماجرا در فرانسه آغاز شد، بعد از انقلاب صنعتی شدت گرفت و سرانجام انواع سوسیالیست ها هم بودن. در حقیقت می شود گفت نخستین بار این داستان سوسیالیست شاید در افلاطون دیده شد، در ایران ما مزدک رو داریم، مطلبش همین بود. و بنده فکر میکنم آخرین راه حل هم در جهان همین سوسیالیسم هست واقعا، اگر به نحو درست و بایسته عمل بشه. بعد آقای کارل مارکس آمده، که البته این مطلب جدید نبود، آقای انگلس اینو مدون کردن و انقلابات شد در جهان. اینها روزگاری بود که همه ترقی خواهان جهان به یک حزب سوسیالیست و کمونیست بستگی داشتن، چون پیشرو بود، طرفدار طبقه محروم بود، عرض می کنن که علیه برده بهره کشی از انسان بود، می گفتن اگر شما 18 ساله باشید و سوسیالیست باشید قلب ندارید. و خود همین جنبش که از فرانسه آغاز شد و بعد انگلیس و بعد آلمان، احزاب سوسیالیستی بزرگ به وجود آمد، اینها سبب تعدیل بسیاری از خشونت ها شد. همین داستانی که در آمریکا امنیت اجتماعی می گویند و بیمه و سوشال سکیوریتی و غیره و قضایا از ترس جنبش چپ بوده، این یک پدیده شگفت‌انگیزی بوده. بسیار بسیار عرض کردم خدمت شما اگر انوشیروان آمد است و اون اقدامات اصلاحی کرده و به عادل معروف شده، این به واسطه جنبشی بوده است که عرض میکنم حرکت سوسیالیستی مزدک به وجود آورد. بعد اینا رو میدانم، بعد هم آمده به ایران، ایرانی که عرض میکنم که استبداد زده بوده قرن بعد از قرن، یک حزبی آمده است در ایران. هر کسی که واقعا دلش میسوخت برای این طبقات فقیر یا محرومان میرفت نام نویسی میکرد در این حزب توده. حزب ترقی خواه پیشرو. اما این اساسنامه و مرامنامه این تشکیلات با حضور مأمور کجیبی تحریر شده بود از ابتدا. اون سران این حزب در اندیشه فروش مملکت بودن،
اما همه که بدین وجه نبودن، آدم های بزرگی رفتن در این حزب، نویسندگان، عرض میکنم که شعرا، شخصیت های بزرگ. یکی از اینا که من خیلی بهش علاقه دارم دکتر عرانی به عنوان مثال. این قضایی رو بنده میدونم، نه ای که توجه نکردم بهش که حالا وقتی میگیم توده ای ها و اینا همه رو در نظر داریم که حالا همه بخون. نه چنین نیست، هرگز چنین نیست. در موضوع ادبیات عرض کردم خدمت شما که وقتی که این حزب در ایران جان گرفت و اولین نشست کانون نویسندگان ایران 1325 در محل سفارت شوروی انجام شده، در اینجاست که برای نخستین بار گشته بنکنم آقای نیمایشی چرا ای آدم ها رو خونده. در اینجا آقای حکمت چیز کرده، ملک شعرهای بهار رئیس جلسه بوده، احسان تبری صحبت کرده، ابوالقاسم حالت صحبت کرده. عرض میکنم که بسیاری از اساتید اینجا عرض کنم که بودند و صحبت کرده. این عکس آقای نیمایشی هست و تشکیلات و بله آقای دکتر خانلری جوان 23 نمیدونم 34 ساله بوده و اینها، تمام این مطالب در اینجا چاپ شده. آقای احسان تبری حرف زده و اینا. خب این حزب که آمده بود، حزب توده که آمده بود، آمده بود انقلاب بکنه، آمده بود قدرت رو به دست بگیره. حالا اونایی که رئیس بودن و سردمدار بودن مثل کیانیور و دیگران می‌خواستن عرض کنن کشور بفروشن، دیگران هم می‌خواستن به قدرت برسن. خب در ارتش هم بودن، من عکسای بسیار بردم خدمتتون، امیدوارم بتونیم نشون بدیم به شما. اینا مردمان شریف و شجاعی بودن، فکر میکردن با این طریق میشه بعد به آزادی و ترقی رسید و اینها. اونها در اندیشه خیانت نبودن، اما اینها آمده بودن برای اینکه عرض کنم که اندیشه نو رو به جریان بیاندازن، طبیعتا با سنن مخالفت میکردن، با فرهنگ قدیم ایران موافقت نداشتن. این داستان شعر نو رو که من عرض کنم که من مخالفتی با نوگرایی ندارم، این در قاموس جامعه است که باید که نو بشه. این سخن گذشته تکرار کردن که به درد نمیخوره. اما اینها آمده بودن با نوعی تحقیر و تمسخر برخورد میکردن، با فرض کنین که هر سبب که سرمایه های فرهنگی من بکن. بله نوگرایی چیزی بسیار خوبی است. حالا اگر در فرانسه فرسن ادبیات نو شد، همه چیز نو شده بود، نویسندگی، تئاتر، نقاشی، همه جامعه کلن متحول شده بود، همه چیز هم متحول شده بود. سخنش هم حالا اونقدر هم عرض میکنم که آش داغ نبود. اگر ما نگاه کنیم مثلا فرض کنیم به اشعار تی اس الیوت و دیگران که مثلا اینا نوآور بودند و اینها، اصولش بر دو چیز بود، یکی اون که شاعر دستش آزاد باشه در کوتاه و بلند کردن مصرعها، دیگر اون که تصور نکند که حالا خواننده این همه از عرض میکنم علما هستن و طبقه اشراف هستن و اینها، و ایماج سازی در شعر. می‌دونم یه بحث بود مثل بقیه به طور طبیعی پیش آمده بود. یعنی فرض کنی هنر مدرن آقای ونگوگ و پل سزان و مونه و نمیدونم اینا که آمده بودن، آمدن گفتن آقا الزاماً دریا رو ما نباسیم، مثلا آبی بکشیم، خب قرمز بکشیم. این ایمپرشنی است که نقاش، این تأثیری است که نقاش از دریا میگیره. ممکنه قرمز ببینه، ممکنه سبز ببینه، ممکنه سیاه ببینه، ممکنه هر چی ببینه بتونه این کارش رو بیان کنه. این سبک آمدن همه چی متحول شده و سخن هم متحول شد. گرفتاری ندارم من با احمد شاملو، بنده با شاملویسم بله گرفتاری دارم. شاملویسم یعنی پشت به ایران، رو به فرنگ، نفی ارزش‌های ملی و قومی و تحقیر و تخطئه ملت، این شاملویسمه. چون من بزرگی رو سراغ نمیدارم که این بزرگوار یا به او توهین نکرد در سخنانش، یا تحقیر نکرد، یا یک چیزی عرض میکنم سبک نگفت، و تحمل بنده بسیار کم هست در باب توهین به مقدسات ملی من. عرض میکنم من به جهت اینکه 32 سالی بنده بیرونم، حساسیت های
این مخلص نسبت به ایران خیلی شاید بیشتر باشد، کسی که در ایران زندگی بکنه و آخ خسته شدم از این مملکت. نه من تحمل نمی کنم توهین به فردوسی رو، من تحمل نمی کنم توهین به کورش کبیر رو، من تحمل نمی کنم نقدش رو تحمل می کنم. اما وقتی آقا میاد در بیکلی میگوید کورش کبیر به این دلیل شاه شد که چند عصب از آلت جنسی عصبش حرکت کرد، دیگه خیلی برای این آدم ارزش قائل نیستم. یا فردوسی مشنگ بود، این پیداست آدم نادانیست، بیخرده. یا گفتن شهریار مرد، گفت ای کاش به دنیا نیامده بود، این کمال و نور به اندازه دوربین عکاسی ارزش نداشت، فلان این حرفا. در تمام نوشته های این مرد یک واژه ایران شما پیدا نمی کنید. پیدا کنید ببندشون بدیم همه حرفا پس بگیرم. دوست دانشمند نازنین دیروز به بنده میگفتن که خیلی ممنونم ازشون، مرتب عرض میکنم فیدبک های خیلی عالبانه و جالب میدن، خوشحالم. میفرمودن که با استاد محجوب سوار اتومبیل بودیم، خانم استاد محجوب میگفتن که دکتر یه چیزی بگو به این احمد شاملو، نقدی بکن. گفت من هرگز همچی کاری نمی کنم. چرا؟ گفت به خاطر که شاگردان من اینو دوست دارن. خب ببینید این استاد محجوب هم اونجا داشته مماشات میکرده، استاد محجوب هم اونجا داشته درس میکنم که به مصلحت سخن میگفته، اما بنده مصلحتی ندارم اینجا. یک همچین آدمی باید 50 بار دهانش رو بشوره قبل از اینکه اسم فردوسی رو ببره. اخوان سالس گفت دهنش بچاد، این عبارت اخوانه. مرد است، برو کار خودتو بکن. مگه تی اس الیوت آمد به هومر فحاشی بکنه؟ یا مگر نمیدونم آقای هایزنبرگ آمد به نیوتن فحش بده و تحقیر بکنه؟ اینا حماقت بود، اینا سفاحت بوده. من هیچ نیازی ندارم کسی به خاطر این حرفا بخواد منو تایید بکنه، نکنه. یک پرنسیپ هایی دارم، چون زندگی من در این راه داره میگذره، عمر من داره مصرف میشه، دیگه تعارفی با کسی ندارم. این آقا شعر حافظ خونده همش غلط، آقا رباعیات خیام غلط، خب این کاره نبود. ادبیات کوچه بازار خوب بلد بود، اون کتاب کوچه‌اش هم خیلی ارزش داره، اما شعر حافظ رو نمیشناخت. بنده میارم میذارم اینجا براتون، این ساده تر از روایت خیام دیگه شعر نیست در زبان فارسی، نمیفهمه. میگه از سخت به قره آید، از قره به سخت. در حد خودش خوب بود، خدا رحمت کنه او رو. اما این گندگویی ها رو به خصوص که یه عده هم پیرو به این آقا بودن و طرفدارش بودن و اینها، این توهین به کوروش کبیر به فینا، پس هستی ما بر چیست؟ مثلا اون چی ما هویت مینامیم و ارزگان سرمونه بالا میگیریم و راه بیم ایرانی به چه چیزیست؟ به این بشکه های نمیدونم چند بشکه نفتیست که زیر خاک هاست؟ نه، به کوروش کبیر افتخار ما، به داریوش کبیر افتخار، به امپراتورهای بزرگ ایران است، به این گوهره انسانی فرهنگ ایرانیست که منعکس هست در این آثار، به شعر فردوسی است، به روایات خیام. نمی‌تونیم اینا رو تحقیر کنیم. هر یه شعر شما ببینید آثار کم سوادی رو می‌بینید. بله تصویرسازیش بعض اوقات خیلی خوبه، اما آدم بسیار کم دانشی بوده این آدم. عرض کردم اکسال، یعنی اساسا میخوام که بعد شما عرض کنن که سالهای بعد از درست 30-35 تا 45-50 این دوره حقانیت مالی خولیا بوده. قطعات زیبا بود البته، فریدون مشیری شاعر بسیار خوبی بود، اخوان سادس شاعر بسیار خوب، فروغ فرخزاد به نظر من یک خانم ژنی بود، واقعا شاعر ژنی بود، فریدون توللی، نادر نادرپور، اینا شاعر خیلی خوبی بودن.
اما قله های ادب نبودن، اینا هم روی هم که میذاریم شاعران خوب بودن، میان مایه بودن در مقایسه. بنده ما نوگرایی و اینا هیچ مخالفتی ندارن، بایستی نو بشه اما با حساب کتاب. ایشون تشریف آورده بود اینجا در باب شعر نو صحبت کنه، افتاده بود دنبال کوروش کبیر و مشنگ بودن فردوسی و حقانیت ضحاک و خرف و خنگ بودن کاوه، که حالا تازه این صحبت ها مال یه آقای توده‌ای بود که 45 سال پیش نوشته بود، این آقا تقلید هم از اون میکرد، تازه اسمش هم یادم رفت اون توده‌ای. بله خب اجازه میدین یک موسیقی بشنویم و برگردیم خدمت شما، شاید بتوانیم چند بیت شاهنامه بخونیم، از این حالت بیرون بیاییم تو چند دقیقه دیگه.
درود بر شما وطن گرامی، صدای بنان رو شنیدیم، آهنگ بسیار معروف الهه ناز از آقای محسنی بود. این آهنگ آقای محسنی فکر کنم عود می نواختن و دوران کهولت رو در همین، اگر خطا نکنم، سندیاگو بودن و متاسفانه فوت شدن چند سال پیش. یکی از آهنگ‌های جاودان موسیقی ایران الهه ناز. بله، خب اجازه بفرمایید که ما برویم یک چند بیتی هم شاهنامه بخوانیم، ببینیم که این استاد ما چه گفت. بله، بله. حالا بگذاریم از این داستان که از شبت که یکی از ابداعات زیبای ایرانی که کرده است، عرض کنم بهوری جدید در عروض به وجود آورد که بتواند با اون منظومه های بلند رو بیان بکند. این اتفاق مبارکی بوده در تاریخ ادبیات ایران که ما بتوانیم منظومه های مفصل مثل شاهنامه فردوسی، مثل از مورم کلیات پنجگانی نظامی یا گرشاسنامه یا سایر آثار رو داشته باشیم و این گنج های پهناور برای ما بماند. از خصیصه های شعر جدید یکی این هست که هیچ منظومه بلندی میسر نیست، هیچ میسر نیست، یعنی حوصله انسان سر میبره، شو نمیتونه این منظومه بلند. یکی دو سعی شد هر شود که، اما خیلی به گمان من موفق نبود و اون پیشرفتی که داشته است به گمان بنده این شعر نو، شعر جدید، این خلق این ایمارش‌های تازه بوده. البته در بسیاری موارد هم عرض می‌کنم که با هم تضاهم دارن، از بس شما ایماج پشت ایماج داری اینا به هم مخلوط میشه، آدم گم میکنه داستان. بعضی که دارای ذوق سلیم بودن مثل سهراب سپهری ایماج های خیلی زیبا دارن مثل فروغ فرخزاد، اما بعضی کسان دیگه اونقدر ایماج پشت ایماج، این تصویر پشت تصویر که آدم رو گیج میکنن، تصویر عجیب غریب. خب بله، عرض شود که اینجا خدمتون گفتیم که اسفندیار رستم رو دعوت کرد اما او رو صدا نکرد. به این به رستم برخورد و به فرامرز گفت که این اسفندیار مرد نیست، اگر مرد می بود سخن خود رو و به قول خود عمل می کرد. بعد می گوید که نشست از بر رخش بر سان پیل، خروشیدن اسب شد بر دو میل. احتمالا این مایلی که می گوید در این زبان انگلیسی همین میلیست که در فارسی استفاده میشه. بیامد دمان تا به نزدیک آب، سپه را به دیدار او بود شتاب. هر اون کس که لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. همی گفت هر کس که این نامدار، نماند به کس جز به سام سوار. بران کوهه زین کوه آهن است، همون رخش گویی که آهرمن است. پشت زین نشسته مثل کوه آهنه. هفته پیش عرض کردم این که میگوید همون رخش گویی که آهرمن است، اهریمن اینجا باید فکر کنم که مقصود همون اژدها هاست. گرچه اهریمن معنی اژدها نداره، اما در جای جای شاهنامه تشبیه رخش به اژدها آمده.
تهمتن بپوشید ببر قیان، نشست از بر اژدهای دمان. اگر هم نبردش بودی ژنده پیل، برفشان برفشان تو بر تارک پیل. نیر خرد نیست اندر سر شهریار، که با فر و گردی چو اسفندیار. بدین سان همی از پی تاج و گاه، به کشتن دهد نامداری چو ما. افسوس خوردن که این پادشاه بیخرد که منظور گشتاسپ است، چگونه میخواد چنین نامداری رو به کشتن بده. بله، به پیری سوی گنج تازانتر است، به مهر و به دیهیم نازانتر است. چه آود به نزدیک اسفندیار، همانگه پذیره شدش نامدار. بدو گفت رستم که ای پهلوان، نایین و نوساز و فرخ جوان. خرامی نیرزید مهمان تو، چنین بود تا بود پیمان تو. سخن هرچه گویم ز من یاد گیر، مشو تیز با پیر بر خیر خیر. که من پیر هستم، خرامی نیرزید مهمان تو، چنین بود تا پیمان تو همین بود که سخن بگی و بهش عمل نکنی. بذار من به تو یک نصیحتی بکنم. همی خیشتن بس بزرگ آیدت، و از این نامداران سترگ آیدت. همانا به مردی سبک داریم، به رای و به دانش تنک داریم. امروز هم میگن این آقا عقلش تنکه. یه در مردانی من شک داری گویا، و به رای دانش من منو تنک تصور کردی. بگیتی چنان دان، بگیتی چنان دان که رستم منم، فروزنده تخم نیرم منم. بخواید ز من دست دیو سیاه، سر جادوان اندر آرم به چاه. بزرگان که دیدند گبر مرا، همین شیر قران هژبر مرا. همه جنگ ناکرده بگریختند، همه دشت تیر و کمان ریخت. این رجزخانی بوده دیگه. این عرض کنم که همون که عرض کردم رسم اون روزگاران همینجور بوده، و زیبایی داستان هم همینجاست. حالا بعد از اون اسفندیار، بعد دوباره رستم، اینها برکشیدن نژاد و نشست و عرض میکنم سوابق پهلوانی، اینها این خصیصه های حماسه است. چو کاموس جنگی و خاقان چین، سواران جنگی و مردان کین. که از پشت زینشون به خم کمند، ربودم سراپای کردم به بند. قد حواس فردوسی جمع هست. خیلی مهمه این نگهداشت این روال، و عرض می کنم که این رشته ها منقطع نشه، و به درستی که می گوید خاقان چین رو به بند کشیدم درسته. در اون جنگ معروف هفت لشکر اینا، فردوسی میگوید که خاقان چین نگاه کرد، دید که رستم در حال جنگ هست، و گفت چه مردی لشکر شکنیست، ممکن ما رو شکست بده. یکی نامداری ز لشکر بجوست، که گفتار ایران بداند درست. بعد میگوید که بگفتش که رو نزد اون شیر مرد، بگویش که تندی مکن در نبرد. پیغام میده که اگر تو دست از جنگ بکشی، من به تو چی میدم و چی میدم و چی میدم، و تطمیع میکنه. بعد رستم هم جواب بایسته میده که به تاراج ایران نهادید رو، چه باید کنون لابه و گفته بود. چو بیند که لشکر به چنگ من است، شتاب سپاه از درنگ من است. به خواهش همی باز میخواندم، مگر کز فرو مایگان داندم.
به تاراج ایران نهادید روی، چه باید کنون لابه و گفتگوی؟ ببخشم سرش تاج و تختش مراست. الاخر بعد میگوید فرستاده گفت ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. چو بشنید رستم زد برانگیخ رخش، منم گفت شیر و ژن تاج بخش. تنم زورمند و به بازو کمند، چه جای فسوس است و هنگام پند. بینداخت اون تاب داده کمند، سر شاه چین اندر آمده بند. اشاره میکند به اون جنگ. بله، که کاموس جنگی و خاقان چین، سواران جنگی و مردان چین، که از پشت زینشان به خم کمند، ربودم سراپا کردم به بند. نگهدار شاهان ایران منم، به هر جا پشت دل ایران منم. من از بهر این فر و اورند تو، بجویم همی رای و پیوند تو. نخواهم که چون تو یکی شهریار، تبه گردد از جنگ من روز کار. که من سام یل را نخوانم دلیر، که از او بیشه بگذاشتی نرشید. بگیتی منم زو کنون یادگار، ایا شاه زاده یل اسفندیار. بسی پهلوان جهان بودم، به بد روز هرگز نپیمودم. اینا عرض میکنم که محاورات شورانگیزی است که در جای جای شاهنامه همه جا هست و کار بسیار بسیار مشکلی است به لحاظ شاعری بنده تصور میکنم. این صحیح است که فردوسی سخنوری رو آسان کرده، به قول استاد فوزانفر در حد محاوره آورده، اما این تسلط بر فصل و وصل و آغاز و انجام، و عرض میکنم که این نگهداشت روند اصلی کتاب، عرض میکنم که شخصیت پهلوانان اینها کار عظیمی بوده که کار هر شاعری نیست و کسی از پس این کار بر نیامد به این خوبی. بفرما قربان. ممکن من رو خط آقای مشیر برم؟ رو خط هستیم، بفرما قربان. درود بر شما مشیر. درود بر شما قربان. من پیروز فرسته هستم و شما میدونید که از من فاصله با تلویزیون بیشتر بکن که تلویزیون فیدبک نکنه. شما میدونید که من به شما خیلی ارادت دارم، ولی جسارت من رو جلو جلو ببخشید. میدونید من آدم گستاخی هستم، من بخاطر این گستاخی باز یک بار دیگه عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم عزیزم، تعارف نکنیم، بفرمایید مطلبتون رو بفرمایید. عرض کنم که شما در رابطه با آقای شاملو صحبت کردید و هفته قبل هم اشاره به انتقاد پسر آقای شاملو کردید. بله. من انتقادم به شخص شما و به ویژه پسر آقای شاملو این است که حالا شاید برای شما اندکی بشه استثناء قائل شد، ولی برای پسر آقای شاملو نمیشه. ایشون میتونستن در زمانی که پدرشون در قید حیات بودند، این انتقادهایی که به نظر من خیلی بی‌محتوا خوندم در یکی از نشریات لس آنجلس به پدرشون کردن، میتونستن در زمان حیات پدرشون بکنن. بله. که بتونن پدرشون پاسخ بدن. درسته. شما هم شخصیتی کمی نیستید آقای مشیری، گرچه اون موقع ممکن به اندازه الان مشهور نبوده باشید، ولی بالاخره شما در اون زمان هم در زمانی که به ویژه وقتی که سخنرانی اشاره کردید به سخنرانی که در شمال کالیفرنیا به ازرگا واشنگتن دی سی در شمال کالیفرنیا آقای شاملو کرده بودن، شما که این سخنرانی گویا اول قبل از انقلاب یا اول انقلاب هم کرده بودن 12 سال قبل از اون تاریخ، شما میتونستید این مسئله رو اون موقع مطرح کنید. البته ارادتمند در دفاع از آقای شاملو در رشته علم و جامعه آقای دکتر عزیزمون آقای طهماسبی نوشتن که ایشون به دلایلی چاپ نکردن، ولی این مسئله که شما میفرمایید احتمالاً درسته، ولی اونهایی که به شاملو انتقاد کردن در آن زمان
روشنفکران سلطنت طلب بودن و حرفشون به جایی نرسید به خاطر وابستگی هاشون و به خاطر بکرانی که از قبل داشتن. من با شما موافقم که باید ما از آثار باستانیمون مثل کوروش کبیر، مثل فردوسی و امثالهم دفاع بکنیم، ولی در اواخر دهه 68 اول دهه 70 وقتی من در یکی از دانشگاه ایران دانشگاه می‌رفتم، در دانشگاه ادبیات و علوم انسانی استادی داشتیم که الان در خارج از کشور هستن، امیدوارم ایشون صدای ما رو، استاد فلسفه هم بودن، ایشون صدای من رو میشنون خودشون پاسخ بدن. ایشون میفرمودن بنیاد استبداد رو در ایران داریوش کبیر گذاشت و استدلالایی هم که آقای شاملو کرد در رابطه به سلطنت رسیدن داریوش آنچنان به نظر نمیرسه بی محتوا باشه، به ویژه در رابطه با قتل کمبوجیه. من مجموعاً یک کمکی در این مورد نمیدونم. حالا عرض میکنم خدمتتون. ممنونم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. ببین عزیزم، باعث نقد بشه اشکالی نداره، آقای شاملو میتونه شاهنامه نقد کنه، تاریخ ایران نقد بکنه، هیچ اشکالی نداره. اولا اینکه میفرمایید در اون روزگار اتفاقا بنده خیلی با ادبیات آقای شاملو مانوس نیستم دوست عزیزم، اینو من باید اینجا اعتراف کنم، سعی کردم اما هر چقدر که نشد دیگه، خلاصه به ما نچسبید. خیلی من مانوس نیستم با حرفای ایشون. اما 22-23 سال پیش یک نواری رسید در واشنگتن. خب اونجا ما یه کانونی داشتیم و عرض شد که کانون دوستداران فرهنگ ایران هنوز هم هست. این نوار رو بنده شنیدم با صدای آقای شجریان و صدای احمد شاملو. عرض شد که من دیدم اکثر این ربایی ها رو خطا خونده، غلط خونده، اشتباه خونده، تعجب کردم. برداشتم یک مقاله هم نوشتم، اون زمان هم چاپ شد در اونم نشریه و اینها، که بابا اینجوری نیست. این آقا که میگه مثلا خیام میفرماید که یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن نگر که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. ایشون میگوید پایان سخن نگر که ما را چه رسید، چون خاک بر آمدیم و چون باد شدیم. با یه کسی یکم با این ادبیات آشنا باشه میره آقا از خاک بر آمدن بر باد رفتن اینا همه کنایه است از مرگ، زنده شدن و مردن. و خیلی از این موارد هنوز اون مقاله رو دارم و در باب این مطالبی هم که فرمودن، گرچه در آن روز تلویزیونی نبوده اینها، اما در رادیو فکر میکنم من در این باب صحبت کردم. موضوع ایشان کمبوجیه نبود، موضوع ایشان این بود. اولی که میفرمایید که بنیانگذار دیکتاتوری عرض کنم که کوروش کبیر بوده، این داستانی است که عرض میکنم که مورخ بزرگ هرودوت گزارش کرده که بله نشستن و صحبت کردن، یکی گفت دموکراسی خوبه، یکی گفت نمیدونم پادشاهی خوبه، چنین است و چنان است. بعد اون جریانی که اگر اسب هر کس دوتر صدا کرد و اینها، مربوط اون شیهه اون اسبی که اسب کوروش صدا کرد، ایشون میگفت که گفته است که حالا پادشاهی که بستگی به عصب فلان جای یک اسب داشته باشه، حالا چه ارزشی داره؟ ببینید یک مرد بزرگی مثل کوروش، یک شخصیت عظیم و شأن تاریخی، به اون عظمت و جلالی که او بود و عرض میکنم اخلاق انسانی که او داشت، اینجور تعبیر کردن خیلی عامیانه و پیش پا افتاده است. این خیلی به ذوق من زد واقعا. و دیگر این که ما در روزگار قدیم ارسطو میگوید آقا ما دیکتاتور داریم و پادشاه، میگوید پادشاه جستجوگر پول نیست، آدم کش هم نیست، جستجوگر افتخاراته و مردم از اون مواظبت میکنن. این دیکتاتور هست که جستجوگر اموال مردم هست و گرفتن هست و خودخواهی هست و مزدوران از او پشتیبانی میکنن. کوروش کبیر یک پادشاه به معنی واقعی بوده. در روزگار قدیم هم که عزیز من، دموکراسی کسی نمیشناخت، حالا در چی جای جهان دموکراسی نبود، که یک نوع دموکراسی خیلی محدود در به مدت 70 سال در عرض میکنن که همین آتن بوده، همه کشورها به همین شیوا اداره میشدن. منتها وقتی ما نگاه کنیم عملکردهای پادشاهان ایران بسیار انسانی تر و بسیار بهتر بوده از جاهای دیگر حداقل. حالا
حالا ما نمیتوانیم برای اینکه کورش میگم مجلس نداشته یا فرض کنیم که دموکراسی نمیشناختن، اساسا دموکراسی همینجوری نیست که شیوه های نخستین حکومت انسان همون کپی برداری از حکومت آسمان ها بوده و از شبه که پادشاهی خداوند از این صحبت ها خودشون هم بس میکردن. اما این تاریخ کشور ماست. عرض کردن که بابا این آمریکایی ها یه مش دوست، شما فکرش میکنید ما کجا هستیم اینا کجا هستن؟ خیلی به زبان ساده خدمتتون بگم، یک مش دوست اینا بوده در تاریخشون، مردان بزرگ هم بوده در تاریخشون. حالا از جورج واشنگتن هاشون و لینکلن هاشون و جفرسون هاشون و اینا هم بگذاریم کنار، چند تا دوز اینا داشتن، یکیش جسی جیمز بوده، یکیش بوچ کسیدی بوده، یکیش آقای ساندانس کید بوده، یکیش جان دیلینجر بوده. اینا همه دوز بودن، یعنی میرفتن تو بانک از هفته چیلر رو یکی همه که بکشن صرفت میکرد. اینا آمدن قهرمان سازی کردن از اینا. به یک شیوه رومانتیکی این هنرمندان معروف هالیوود رو آوردن و این تاریخشون اینجوری ساختن. ما میگویم پورش کبیر مثلا، آقا خب اینکه نشد که بابا، که بابا یک احترامی به این تاریخ، یه چیزی، آخه پس ما کی هستیم، دنبال چی هستیم، فوش به انوشیروان که چی، حالا مثلا ما خودمونه داریم خفیف میکنیم که پادشاه به این بزرگی، این همه دانشمند رو نمیدونم چیز تو فرانسه بوده، اینقدر که فرانسه به این ناپلئون افتخار میکنه به هیچ کس نمیکنه. ناپلئون آدم دموکراتی فکر نمیکنم بود، کسی بود که عرض کنم که این روند این چیز انقلاب فرانسه رو به دیکتاتوری تبدیل کرده بود به صورت سردار جنگی. این جزء پرونده این ملته. عرض کردم بس ما باید بس به چه چیزمون بایستی بنازیم که ما با سینه باز رو عرض میکنم که گام های استوار حرکت کنیم، اگه قرار باشه لجن بکشیم به همه اینها، که پس ما همون مردم لجن خواهیم بود که عزیز من. بنده نمیگم حالا همه جنایات تاریخی رو هم ما چیز کنیم، نمیدونم جز پرمان افتخاراتمون منصوب کنیم، نه اینجور نیست. مثلا علاقه این آقای شام رو نداشت به این فرهنگ این مملکت، فرهنگ کلاسیکش، تو کار عامیانه بود. میفرمود که موسیقی ایرانی یک مش زرزره یک مش عرعر، این فرمایش آقای احمد شاملو. حالا میفرمود بنده چیکار کنم، بنده نباید چیزی بگم چون مثلا چهار نفر آقای احمد شاملو دوست دارم، خب درود بر اونها دوست داشته باشم، چه اشکالی داره؟ بایستی ببینیم آیا فرمایششون درسته که این موسیقی ایران یک مش زرزره و یک مش عرعر، این فرمایش خودشون. بفهم قربان. الو بفهم قربان. هر کارم خدمتتون. من برمیگردم به بحث کوچکی که داشتیم دو دیگه هفته قبل و اشاره میکنم به اثر ترکی آذری شما فرمودید به شاه اسماعیل تعلق داره در اوایل قرن 16 و من ذکر کردم که چندین شاعر قبلا بودن از جمله امام‌الدین نصیری ۱۴۱۷ بعد تلفن رو گذاشتم شما فرمودین که یک یا دو سطح بیشتر ایشون شعر آذری یا ترکی آذری نفرمودن. من البته داشتم بیش از 350 صفحه شعر ایشون، فکر میکنم شما اینا را نسبت دادین به تجزیه طلب ها که احتمالاً برداشت من ساختگی هست. البته من نه اشتباه نشه عزیزم، نه سیاسی هستم، کار من تحقیقه عزیزم، نه اینجوری نبود، میرسه اگر شما میفرمین که این مثلا چند هزار حداقل شعری که وجود داره به نسیمی نسبت داده شده نمالیشونه، اینو چه کسی یا چه کسانی عزیزم در چه مرحله از عزیزم آره. اجازه بدین بفرمایید که نسیمی در کجا میزیسته؟ نسیمی در شماخی زندگی به دنیا آمده، شماخی یکی از شهرهای آذربایجانه.
بعد در آذربایجان میگشته، در آخر هم در حلب که ما الپو میشناسیم که مسافرت میکرده، گرفتنش، کشتنش، پوستشو کندن به خاطر این حالا ضد مذهبی اسم بردن ازش. خب این ایشون در چه سالی، در چه سنه‌ای بوده قربان فرمودیم؟ از سال 1369 تا 1417. شاه اسماعیل از سال 1487 تا 1524. چند بیت شاه اسماعیل میشه اوائل گرن 16، نسیمی میشه اواخر گرن 14. بله. گرن و نیم تقریبا اینا فاصله دارن. بله منظومش ایشون پیش منه، بیش از 350 صفحه، هر قدم خواسته میتونم براتون بخونم. ممنونم عزیزم، ممنونم، خیلی متشکرم. آقای فرمودید اسم کوچیکش چه بود؟ آقای نسیمی، نه؟ عمادالدین نسیمی. عمادالدین نسیمی که از دو صفحه بخونم که میگه من دست غار که زهان من بوده ها نسق مازم رو هر لا مکان منم، خون مکان نسق مازم ذره منم، جنش منم تار لپنچسز منم، صورتی جر بیان لسن که بیان نسق مازم. چقدر قشنگه، یعنی چندین هزار سر. بعد شعر فارسی هم داره نه نسیمی؟ به فارسی هم گفته، چیزی به عربی هم گفته، چون زمان اینطوری بوده، ولی اکثر شعراش ترکیه، ترکی آذری اگر شما حالا ترتیب بدیم. و ایشون حدود یک گرد و نیم قبل از شاه اسماعیل. ممنونم عزیزم، متشکرم. نقل کل کردین از مرحوم نفیسی، استاد نفیسی، ایشون هم ممکن اشتباه کرده باشن، ممکنه در این مورد یا بلحاظ ننفیسی. خیلی ممنونم که یادآوری فرمودید، اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. متشکرم عزیزم، خیلی خیلی لطف کردین که آمدین و مطلب مهمی رو گفتین. هر شبت که مرحوم نفیسی آمده و کار رو از اونجا گرفته که آقا این فتحعلی‌شاه قاجار مدعی شده است که نژاد من میرسد به چنگیز خان و اینها، بعد سر این رشته رو گرفته در بحث مربوط به ترکان آسیای مرکزی به یک تقسیم بندی جالبی کرد که من نیده بودم. میگوید ترکان غربی، ترکان شرقی، و بعد ترکان شرقی رو زرتشت و چیز حساب میکنه، ترکان عرض میکنم یغمایی و خلخی و قز و تا قزقز و نمیدونم اگه درست گفتم قرقالپاق و هر شبت که اینها سلجوق و غیره و زالک و میاره. بعد میگوید ترکان عرض شبت که غربی، ترکان غربی رو عرض شبت که همین در بخش های غربی خزر و از سبت که اینها و قاجارها رو جز ترکای غربی به حساب آورده. این من این تحقیق رو بدون سبب کرده است که بگوید آقا این این سخن درست نیست که این از نژاد مغول و این حرفا. بعد تا اونجایی که به ادبیات مربوطه مرحوم نفیسی میگوید قدیم ترین چیزی که از زبان ترکان غربی، این که پرسیدم بچه کجا بوده، چون نفیسی خب مرد بزرگی بود، محقق خیلی دقیق النظر و بزرگی بود مرحوم استاد نفیسی، میگوید که قدیمترین آثاری که از ادبیات ترکان غربی باقی مانده که قاجارها و عرض میکنن که اینها جز اینها هستن، این اشعار شاه اسماعیل هست که خطایی هم تخلص میکرد. این بحثی بود که بنده کردم و از ایشون نقل قول کردم. حالا شما فرمایید نسیمی هم بوده که 2300 بیت داره، خیلی جالبه. اینا باعث اضافه کرده تحقیق آقای استاد نفیسی که آقا قبل از ایشون هم 70 80 سال 100 سال 1920 سال قبل از اون هم کسی دیگری بوده که به زبان ترکی شعر گفته. مطلب اینجاست که بیشتر شعرهای آذربایجان تا اونجا که ما میشناسیم، اینها هم اشعارشون و کارهای بزرگشون همه به زبان فارسی بوده. خود این نسیمی هم من اگه خطا نکنم تاریخ ادبیات اسمش رو دیدم، اشعارش هم دیدم، غزل خوبی هم داره. حالا باز بیشتر نگاه میکنم، فکر کنم بتوانیم یک هموطن دیگر هم پاسخ بدیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام جناب بشیری. سلام بر شما قربان. من در ارتباط با صحبتی که شما برای شاملو کرده بودین و کوروش به اصطلاح مورد علاقه شما، خواستم ببینم میشه صحبت های آقای شاملو رو به این صورت تعبیر کرد که ایشون گفته به تاریخ نگرشی غیر از اون داشته باشیم که تاریخ نویس ها برای ما نوشتند.
به اضافه این که همین مزدکی هایی که شما فرمودین چند صد هزار نفر از این مزدکی ها را چجوری دار زدن، کیا دار زدن، به اضافه این که این کوروش چه گلی به سر ملت زده، به اضافه این که به همون تاریخ، درست اون موقع دموکراسی نبوده، درسته که شاهان اون موقع چه می کردن، ولی آیا واقعا این چیزها حقیقت داشته؟ و اگر باز برگردیم به این مسئله که صحبت شاملو رو فقط و فقط به عنوان یک شک کنین که اینطور نبوده، آیا اشکالی شما در این قضیه می بینی؟ ممنونم. فهمشون تموم شد؟ عرضم تموم شد. قربان شما. عرض کنم که یه بار دیگه هم گفتم خدمتتون، خیلی تعجب میکنم واقعا چقدر ما بیقدر میکنیم خودمون رو، چقدر بیارج میکنیم بزرگی های خودمون رو. میخوام چی حالا به دست بیاریم؟ این آقای آتاتورک کبیر به قول خودشون به دکتر غنی گفته آقا شما نمیدونید، شما قدر مملکتتون نمیدونید، هم تاریخ دارید، هم سابقه دارید، هم زبان قوی دارید، هم پشتوانه فرهنگی دارید، همه چیز دارید. من دارم به طور جعلی میخوام اینجا مملکت درست کنم، یعنی همین رو من باید بسازم. سابقه این حتی اومدن نمیدونم جنگ ملازگرد سلطان سنجر رو شرحش تو اینا نوشته بودن، هر مقاله مهمی که مورخان ایرانی راجع به تاریخ ترکان نوشتن آتاتورک رو دار دستش میبرن میذارن تو آرشیو ملی که برای خودشون هویت بسازن. حالا شما میفرمایید این کوروش شما یعنی چی؟ کوروش شما، کوروش من کوروش شما نیست. چه گلی زده، چه گلی می‌خواستی می‌زد عزیز دلم؟ بزرگترین امپراتوری دنیای قدیم رو درست کرده برای شما، برای افتخارات شما. تخت جمشیدش برجاست هنوز. در هر کشوری وارد شده لباس نمی‌دونم ادیان اون مردم رو با احترامات تمام رفته به اصیارت که نمیدونم و عابده بینا احترام کرده. همچه کسی همکاری رو هیچ کس نکرده، نه قبل از کوروش نه بعد از کوروش. اسرا رو آزاد کنه و اون اندیشه نیک در 2500 سال پیش یکی از پدران ما اینجوری فکر میکرده اینا. نه خیلی اینجوری نیست. احمد شاملو منظورش این نبود. جناب آقای شاملو داشت فوش رکیک به تاریخ ایران میداد، مثل این است که دور از شما، دور از شما. بنده بیام چند فوش رکیک به پدر بزرگ شما بدم یا به مادر بزرگ شما، خدای نکرده بدم. و بگه آقا چرا فوش میگم؟ هم خواستم شک کنی بری ببینی پدر بزرگت کی بوده. اصلا آقای احمد شاملو این کاره نبود که بیاد از این حرفا بزنه. اصلا ایشون نرفته بود فکر کنه ببینه اسطوره چیه، تاریخ چیه، آقا داستان چیه. این به این به این همینجوری به این کتری نیست بابا داستان. والد خدا یارو نمیدونم دانشمند دانمارکی میاد 40 سال عمرشو میذاره تو این مملکت ما، از این تپه به اون تپه، از این ده به اون ده، یک زبان یک کلام پیدا میکنه به وجد میاد. من نمیدونم بابا داستان ما چی شده، چرا ما بیگانه ایم از خودمون. عرض کردم ایشون علاقه‌ای به این فرهنگ و این تاریخ و اینا نداشت. در همه اشعار آقای شاملو و نوشته‌هاش یه واژه ایران به من نشون بدین. و دیگران هم همینجور، البته فراموش نکنیم ما کسانی که در کار حزب توده و اینا بودن، اینا مشکلشون چیز دیگه بود. این بود از داستان. گر از این بدایت سزای من است. بهتم بلد خوندم ببخشید. گر از این بدایت گناه من است، چنین دان و این راه راه من است. من نمیجوری فکر میکنم. شما غیر از این فکر میکنید؟ درود بر شما. اگر استدلال قوی دارید بیاین با هم صحبت کنید. اما سی دی های مرحوم شاملو که منم بهش بسیار احترام دارم به خاطر کار کتاب کوچش و اصولا حالا اون چیزی که او سیمبولایز میکرد، اما سی دی هاشو برنه میارم برای شما میذارم، شما گوش کنید. خیامش و حافظش و سعدیش و سعدی که نه، حافظ مولانا شد، شما ببینید خودتون قضاوت کنید. وقت ما هم به اینجا این بحث هم اساسا بحث بیهوده است، ما رو به جایی نمیرسونه، کار مهمتر در پیشه. یعنی ما باید تمرکز خود رو بگذاریم رو غذای مهمتر.
اما اینا هم برای کسی جرأت نمیکرد راجع به آقای شاملو حرف بزنه. یقه چاپ میکردن، فحش میدادن، آقا چه خبره؟ خب بابا اینم یه آدمی بوده، کار خوبی کرده، کارهای بدی کرده. چون شاملو رو مثلا فرض بفرمایید میگفتن چون مارکس مثلا خب مرد بزرگی بوده و ایدئولوژی چنین بوده و ما ترکست و ما مارکسیست هستیم، این آقا هم یه جای پشت توبرش خورده بوده و مارکسیستا بوده، بنابراین هر چی ایشون میگه بر حق. مغلطه رو ببینید از کجاش به کجا میرسه. آقا یا آقا ممکنه مارکسیست باشه شعرش خوب باشه، ممکنه دشمن مارکس باشه شعرش بد باشه، یا برعکس. این مارکسیست بودن کسی که ادبیاتش خوب یا بد نمی کنه که گرفتاری شدیم به خدا. اگر آقای احمد شاملو در اداره نمیدونم وزارت دربار کار میکرد، همینا رو مینوشت، شما همینقدر پشتیبانیش میکردین؟ در حالی که از دربارم پولم میگرفت، من شنیدم وجوهاتی میگرفت. وقتی ما تمام شد، با درود بر شما و سپاس از سیاوش عزیزم در اتاق فرمان، تا دوشنبه ساعت 12 شما رو به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.